سلام دوستان خوبم هلو توزم به هر دلیلی ممکنه تحریک پوست و مو اتفاق بیفته ریزش مو بگیریم و پوست بدن، صورت و یا سر قرمز و متورم بشه حتی ممکنه پوست داغ بشه، بسوزه، شروع به خارش کنه و پوست پوسته بشه همه این علائم خیلی ناخوشاینده و از اون سختتر این هست که اگر چنین اتفاقی برامون بیفته باید بدونیم چطور مشکلمون رو به دکتر پوست به زبان آلمانی شهر بدیم یا حداقل بتونیم از داروخونه برای مشکلی که پیش اومده مشورت بگیریم و تو موارد جزئی دارو و کرم دریافت کنیم متاسفانه برای این موضوع تو یوتیوب فارسی و آلمانی ویدیوی آموزشی که فقط مختص پوست و مو باشه تا جایی که من خبر دارم تا این لحظه وجود نداره و ما این درس رو به درخواست شما آماده کردیم تا کمکی باشه برای دوستان فارسی زبانمون که در کشورهای آلمانی زبان زندگی میکنن. قبل از شروع درس این رو هم اضافه کنم. دوستانی که میخوان به سالن‌های زیبایی برن، خدمات زیبایی پوست و مو انجام بدن و لازم دارن نوع پوست و مشکل پوست و موشون رو شرح بدن هم این درس میتونه براشون مفید باشه. ممنون میشم. مثل همیشه با لایک کردن ویدیوها و معرفی ما به دوستانتون از ما حمایت کنید تا ما هم دلگرم بشیم و انگیزه بگیریم و روز به روز بتونیم ویدیوهای بهتری رو برای شما منتشر کنیم. دکتر پوست به آلمانی میشه به معنی دکتر پوست یا متخصص بیماری های پوستی هست. ایریتیت. ایریتیت. این کلمه میتونه به خیلی از مشکلات جزئی پوستی اطلاق بشه. وقتی یه لایه بردار یا کرمی به پوستتون میزنید و پوستتون دچار خارش میشه، میسوزه یا خشک میشه و در کل پوستتون دچار آزردگی و ناراحتی شده به اصطلاح میگن پوست تحریک شده. میتونید توی این مواقع از این کلمه استفاده کنید. پوست به آلمانی میشه دی هاوت دی هاوت ایریتیرده هاوت ایریتیرده هاوت به معنی پوست تحریک شده هست. Meine Haut ist irritiert. Meine Haut ist irritiert. Pusteman Meine Gesichtshaut ist irritiert. Meine Gesichtshaut ist irritiert. Jani Puste Suratam Meine Haut am Oberarm ist irritiert. Meine Haut am Oberarm. پوست بازون تحریک شده برای هر عضوی از بدن که میخواید بگید پوست اون قسمت تحریک شده باید با این جمله اون قسمت از عضو بدن رو بعد از حرف اضافه آن بنویسید و میبینید که باید اسم حتما در حالت داتیف باشه به قرمزی پوست که ممکنه البته همراه با تحریک پوستی هم باشه میگن در Ausschlag در این کلمه رو هم میتونید برای انواع قرمز شدن پوست و تحریک پوست استفاده کنید. خیلی چیزها میتونه باعث قرمزی پوست بشه مثل انواع بیماری ها مثل آبل مرغون یا انواع آلرژی ها و حساسیت ها میتونن باعث قرمزی پوست بشن. دیوندپکن دی وندپکن دی وند به معنی قابل مرغون هست دی الرگی دی الرگی یعنی آلرژی یا حساسیت در آلمانی برای کهیر یهک کلمه جداگونه هم دارن دی نسلزخت دی نسلزخت habe Nesselsucht am Rücken. Ich habe Nesselsucht am Rücken. این جمله یعنی کمرم کهیر زده. Der Ausschlag اما به صورت کلی، این کلمه رو میتونید برای انواع قرمز شدن پوست و اگر دونه دونه های قرمز روی پوستتون ظاهر شد، از این کلمه استفاده کنید. Ich habe einen Ausschlag an meiner Hand. Ich habe einen Ausschlag an meiner Hand. یعنی من دستم قرمز شده. حالا به هر دلیلی میتونه باشه. جمله رو کلمه به کلمه معنی کنیم میشه من یه قرمزی روی دستم دارم. آلمانی ها با فعل هابن به معنی داشتن جمله رو میگن. ولی ما تو فارسی میگیم پوستم قرمز شده. يور پوستام تحریک شده حرف اضافه ای هم که قبل از اعضای بدن باید با این جمله بنویسید آن هست و حتما بعدش اسم میره به داتیف. ich habe einen Ausschlag an meinem Hals ich habe einen Ausschlag an meinem Hals یعنی من گلوم قرمز شده Ich habe einen Ausschlag an meinem Oberarm. Ich habe einen Ausschlag an meinem Oberarm. من بازوم قرمز شده. با همین جمله ها تا اینجا و دونستن نام اعضای بدن می به راحتی میتونید به دکتر بگید کدوم عضو بدنتون قرمز و دچار مشکل شده. من لینک درس اعضای بدن رو پایین این ویدیو براتون میذارم. حالا اگر همراه با قرمزی خارش هم باشه چطور به آلمانی توضیحش بدیم یوکن یوکن این فعل به معنی خاریدن و خارش داشتن هست Der ausschlag an meinem unterarm juckt der ausschlag an meinem unterarm juckt یعنی اون قسمت قرمز شده روی ساعدم میخاره. Meine Gesichtshaut juckt. Meine Gesichtshaut juckt. Yani Puste Suratam mihare, ja Puste Suratam khore, Meine Kopfhaut juckt. Meine Kopfhaut juckt. Yani Puste Sara mihare. Brennen. Brennen. Yani Suchten jo ya, Susestasten. Meine Kopfhaut brennt. Meine Kopfhaut brennt yani puste saram Meine Achselhöhle brennt. Meine Achselhöhle brennt. Yani zire Meine Achselhöhle ist verbrannt. Meine Achselhöhle ist verbrannt. Yani suchte. Wegen der Hitze ist meine Leiste verbrannt. Wegen der Hitze ist meine Leiste verbrannt. Ich habe ein heißes Gefühl auf meiner Gesichtshaut. Ich habe ein heißes Gefühl auf meiner Gesichtshaut. Ich habe ein ich habe ein heißes Gefühl und brennen auf meiner Gesichtshaut. Ich habe ein heißes Gefühl und brennen auf meiner Gesichtshaut. Die Schwellung Die Schwellung varam hast. Ich habe eine schmerzhafte Schwellung an meinem Fuß. Ich habe eine schmerzhafte Schwellung an meinem Fuß. Man ruye daram. Schwellen. Schwellen. Varam hast. Meine große Zehe ist geschwollen. Meine große Zehe ist geschwollen. Yani angüşt Pom pam vuram kerde. Das Haar. Das Haar. Demani mu hast. Die Haare. Die Haare. Halat cemish hast bemani muha. Ich habe fettiges Haar. Ich habe fettiges Haar. Yani man Meine Haare werden schnell fettig. Meine Haare werden schnell fettig. Ich habe Schuppen. Ich habe Schuppen. Yani man ich habe Haarausfall. Ich habe Haarausfall mudora meine augenbrauen fallen aus meine augenbrauen fallen aus <Sie> ich habe dünnes haar ich habe <Sie> dünnes haar ich habe kraftloses haar ich habe kraftloses Haar. Ich bekomme eine Glatze. Ich bekomme eine Glatze. Nach dem Duschen ist meine Haut ganz trocken und ich habe Schuppen auf den Haaren und der Haut. Nach dem Duschen ist meine Haut ganz trocken und ich habe Schuppen auf den Haaren und der Haut. Yani بعد از حمام يا دوش گرفتن پوستم خیلی خشک و موها و پوستم شوره میزنه. trockene Haut. trockene Haut. Yani Puste خشک. Ich habe trockene Haut. Ich habe trockene Haut. یعنی من پوست خشکی دارم. fettige Haut. fettige Haut. یعنی پوست چرب. die Mischhaut. die Mischhaut. به پوست مختلط میگن. Ich habe normale Haut. Ich habe normale Haut. من پوست معمولی و نورمالی دارم. Ich habe Pickel. Ich habe Pickel. Ich habe oft sehr viele Pickel. Ich habe oft sehr viele Pickel. Man arla juschmisana. bofele bekommen begid. Ich bekomme oft sehr viele Pickel. Ich bekomme oft sehr viele Pickel.

و توصیف بیماری پوستی که جوش ها رو صورت و بدن پخش میشه استفاده میشه. یک کلمه دیگه هم برای جوش دارن. دی سیستم دی سستم. به جوشی که اغلب بزرگ و چرکی و دردناک هست میگن. در آلمانی به جوش سرسیاه میگن در میت اسا دی مت اسا به معنی جوش سرسیاه هست. بعد از اینکه جوش میزنیم ممکنه جای جوش ایجاد بشه و حتی بمونه. پیکل ماله. پیکل ماله. این کلمه رو برای لک جوش جای جوشی که به صورت قرمز، صورتی یا قهوه‌ای روی پوست میمونه میگن. پیکل نابن پیکل نابن این کلمه برای جای جوشی که روی صورت گودی و فرو رفتگی ایجاد میکنه استفاده میشه. دی نابه دی نابه به معنی جای زخم هست. دی نربن دی نربن یعنی جای زخم ها. دی پورن دی پورن به منافذ پوست میگن. die sommersprosse die sommersprosse yani, kakumak das muttermal das muttermal bemanie die muttermale die muttermale bemanie -ha die pigmentstörung die pigmentstörung به تغییر رنگ بخشی از پوست میگن که از زمان تولد روی پوست ایجاد شده و میمونه. تو فارسی ما میگیم ماه گرفتگی. دی واتسه دی واتسه به معنی زیگیل هست. در هرپس در هرپس به معنی تبخال هست. دینونگس شتریفن streifen به کشیدگی پوست و ترک خوردن پوست میگن و ممکنه زمان بارداری و یا و لاغر شدن روی پوست ایجاد بشه die Fal die یعنی چین یا چروک. دی Falten دی Falten یعنی چین و چروک ها Falten auf der stir. بچینو چرکه روی پیشونی میگم. دی لACH فالت. دی لACH دی لACH فالت. دی هست به معنی ختوت خانده. دی ناسن دی ناسن به چین و روی بینی میگن. دی زانس فالتن دی فالتن به خطوط اخ میگن. دی کرین فوزه دی کرین فیزه. به چین و چروک هایی که اطراف چشم ایجاد میشه میگن. این بخش رو تا اینجا داشته باشید و بریم عبارت ها و پیشنهاد هایی که دکتر برای مراقبت از پوست و مو احتمالاً میگه رو به آلمانی ببینیم. Halten Sie die Wunde trocken. Halten Sie die Wunde trocken. یعنی سقمو خوش نگهداریت. Eincremen. Eincremen. Wenn man eine Creme maliden oder Creme zedern hast. Cremen Sie ihr Gesicht zweimal täglich ein. cremen sie ihr gesicht zweimal täglich ein surat dar rus krem meiden sie nach dem eincremen sonnenlicht meiden sie nach dem eincremen sonnenlicht yani pas az, zadan, az nur duri koneit. auftragen auftragen به معنی مالیدن و یا زدن هست. برای کرم زدن میتونید از این فعل هم استفاده کنید. Ich trage Creme auf mein Gesicht auf. Ich trage Creme auf mein Gesicht auf. یعنی من به صورتم کرم میزنم. Verteilen. Verteilen. این فعل به معنی پخش کردن هست. شاید جای بشنوید که از این فعل هم برای کرم زدن ich verteile etwas creme auf meinem gesicht, ich verteile etwas auf meinem gesicht. In ihre haut braucht viel pflege vergessen sie nicht jeden tag sonnencreme zu verwenden ihre haut braucht viel pflege Vergessen Sie nicht, jeden Tag Sonnencreme zu verwenden. Waschen Sie Ihr Gesicht jeden Tag mit einem sanften Gesichtsreiniger. Waschen Sie Ihr Gesicht jeden Tag mit einem sanften Gesichtsreiniger. هر روز صورت خودتون رو با یک پاک کننده یا شوینده ملایم صورت بشورید. دوستان عزیزم ما سعی کردیم اکثر مشکلات و عبارت ها و جمله های مرتبط با مشکلات پوست و مو رو امروز درس بدیم. اگر مشکل پوستی دارید که تو این درس توضیح ندادیم برای ما زیر همین ویدیو کامنت بذارید تا راهنماییتون کنیم. ممنون از اینکه تا پایان درس همراه ما بودید. Badi, vielen dank für das anschauen des videos viel spaß beim deutschlernen und bis zum nächsten mal.